با سلام و درود به همه شما همراهان گرامی تلویزیون کانال جدید، میثم عتیق هستم و شما بیننده بخش اول مجموعه برنامه رویدادهای امروز شنبه 28 مهر 1403 برابر با 19 اکتبر 2024 هستید. نگاهی به سرخط مهمترین خبرهای امروز. دانشجویان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد در اعتراض به افزایش 200% شهریه و فشارهای اقتصادی ناشی از آن امروز شنبه سومین روز تجمع خود را پشت سر گذاشتند. اما پس از هفته های متوالی از عدم تحقق مطالبات پرستاران توسط حکومت، پرستاران و کادر درمان زنجان به صورت هماهنگ تجمعات اعتراضی خود را از سر گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که هواپیماهای نظامی اسرائیل روز شنبه اعلامیه‌هایی را بر فراز نوار غزه پخش کردند که در آن ضمن انتشار تصاویری از جسد یحیی سنوار این پیام را رساندند که حماس دیگر بر غزه حکومت نخواهد کرد. اما اسکای نیوز عربی گزارش داده که ارتش سوریه به دستور بشار اسد دو انبار تسلیحاتی حزب الله در حومه دمشق را مصادره کرده. و خبر آخر این که یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتگو با رسانه‌ها عامل حمله پهپادی برای ترور بنیامین نتانیاهو را جمهوری اسلامی اعلام کرد. چند روز بعد از تایید خبر به هلاکت رسیدن یحیی سنوار، تحولات در خاورمیانه همچنان با سرعت در حال وقوعه. از یک طرف شاهد هستیم که بعد از کشته شدن سنوار، قریب به اتفاق دولت‌های غربی به رهبری آمریکا از ایجاد فضای تازه برای ایجاد آتش‌بس فوری در غزه و پایان جنگ صحبت می‌کنند و تلاش میکنن با دیدارهای دیپلماتیکی که در جریان این مسئله رو برقرار کنن. با این وجود ارتش اسرائیل همچنان به پیشرویهای خودش در غزه ادامه داده و حتی بعد از چند روز کاهش نسبی حجم حملاتش به لبنان، از صبح روز شنبه هم شاهد بودیم که حملات سنگینی رو در جنوب لبنان و حتی در منطقه زاهیه بیروت انجام داده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی در حالی که کماکان مذاکرات خودش برای کاهش شدت حمله اسرائیل رو ادامه میده، در این حال مقامات و رسانه‌هاش به انهای مختلفی همچنان برای اسرائیل رجزخوانی میکنن. صبح شنبه هم بالاخره خامنه‌ای به مناسبت کشته شدن یحیی سنوار پیامی منتشر کرد که در اون مرگ سنوار رو برای به زعم او جبهه مقاومت دردناک تعبیر کرد. خامنه ای همچنین نقش سنوار در حمله هفته اکتبر رو ستود و به زعم او این حمله ضربه جبران ناپذیری به اسرائیل وارد کرد و این از میراث‌هایی است که سنوار برای خودش به جا گذاشته. اما شاید مهمترین خبر روز شنبه حمله پهپادی ناموفق به محل اقامت بنیامین نتانیاهو در منطقه قیصریه اسرائیل بوده که برخی مقامات ارشد اسرائیل اعلام کردند که توسط جمهوری اسلامی انجام شده. در پاسخ به این حمله پهپادی هم بنیامین نتانیاهو در پیامی تصویری ضمن اعلام اینکه این اقدامات موجب ترس اون نمیشه اعلام کرده، ما به نبرد با سایر نیروهای تروریستی نیابتی جمهوری اسلامی ادامه میدهیم و در این جنگ پیروز خواهیم شد. در رابطه با مجموعه این خبرها و اوضاعی که در خاورمیانه شاهدش هستیم، میخوایم گفتگویی داشته باشیم با کاظم نیکخواه، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران. کاظم نیکخواه، خوش آمدید. پرسش اول من از شما در رابطه با به هلاکت رسیدن یحیی سنوار هست. اساسا ارزیابی شما از اوضاع سیاسی منطقه بعد از کشته شدن سنوار چیه و فکر میکنید حذف او میتونه آغازگر چه تغییراتی در منطقه باشه؟ با درود به شما میثم عتیق و همکارانتون و بینندگان عزیز. کلن خب این ضربه بسیار مهلکی به حماس هست در ادامه ضربات قبلی که به
حماس و همینطور مرگ قتل حسن نصرالله و کلن یک سری فرماندهان نظامی حماس، همه اینها در وضعیت حماس رو در موقعیت بسیار ناجوری قرار میده و نشون میده که اسرائیل کاملا، یعنی در واقع فاز تازه ای از رابطه اسرائیل با جریانات اسلامی رو نشون میده که اسرائیل دست بالا داره و این تأثیرات خودش رو در منطقه خواهد گذاشت، در رابطه دولت ها با جمهوری اسلامی، با حماس، با حزب الله خواهد گذاشت. امیدوارم که یک نتیجه‌ش هم این باشه که حملات اسرائیل به غزه به پایان خودش برسه. به هر حال میشه گفت که دوران صدارت یا حاکمیت حماس دیگه در غزه به پایان رسیده و تغییرات جدی در این زمینه صورت خواهد گرفت که حماس و حاشیه‌ای بسیار حاشیه‌ای خواهد شد و سیستم و نظام و مناسبات جدیدی در اونجا شکل میگیره. کاظم میخوام خیلی کوتاه یه حدود 30 ثانیه هم بگین این چیزی که دولت‌های غربی در جهتش تلاش میکنن، یه جورایی میخوان دست به دست هم بدن ببرن و بدوزن این مسئله غزه و فلسطین رو، به قول خودشون همینجا سعی کنن به این راه حلی برسونن، فکر کنین میتونن موفق باشن؟ ببینید خیلی اون چیزایی که به اصطلاح فضایی که مشاهده میشه این چشمانداز خیلی فوری رو نشون نمیده، ولی بالاخره اسرائیل اگر زیر فشار دولت آمریکا قرار بگیره و یا کلن غرب، ممکنه بعد از این ضربات، بعد از این وضعیتی که برای حماس ایجاد کرده، وارد مذاکراتی بشه و تصمیماتی بگیره. به هر حال چشمانداز خیلی نزدیکی برای پایان پیدا کردن این فضا وجود نداره. مرسی از شما که کوتاه پاسخ دادین. اما بیایم سراغ مسئله اصلی، جمهوری اسلامی که یه جورای عامل همه این وضعیت هم هست به نوعی. امروز پیام خامنه‌ای رو داشتیم که من اشاراتی هم بهش کردم در رابطه با مرگ، یعنی کشته شدن سنوار، که این جنایت 7 اکتبر که میگن بعد از هولوکاست دومین کشتار بزرگ علیه یهودیان هست رو، این رو به عنوان میراث سنوار ازش یاد کرد. از طرف دیگه جمهوری اسلامی تلاش کرده نتانیاهو رو تو خونه خودش بکشه، هرچند اونجا نبوده. شما این دو مسئله رو چطور ارزیابی میکنید در یک روز اتفاق افتاده و این مثالها چه موقعیتی از جمهوری اسلامی تو دل این تحولات چند روزه منطقه رو نشون میده؟ کلن ببینید یک فاز و مرحله تازه‌ای از رابطه جمهوری اسلامی و اسرائیل آغاز شده. این در این هیچ تردیدی نیست. فاز و مرحله‌ای که جمهوری اسلامی، یعنی اسرائیل دست بالا داره و جمهوری اسلامی تا اینجا بازنده بوده، ضربه خورده و ادامه‌ش هم به زیان جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت. تلاش جمهوری اسلامی این است که این رو برگردونه ورق رو، ولی خب تلاش عبثی است و امکانش رو نداره، چه از نظر نظامی موقعیت بسیار پایین‌تری جمهوری اسلامی داره، در داخل ایران زیر فشار یک جنبش عظیم سرنگونی طلبی علیه جمهوری اسلامی وجود داره و در سطح بین‌المللی هم جمهوری اسلامی منزوی است. همه اینها دست به دست هم داده که به اصطلاح فاز تازه ای تو رابطه جمهوری اسلامی و غرب و آمریکا شروع بشه که نهایتاً به نظر من با احتمال زیاد به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر میشه. حالا میشه جداگانه در این مورد بیشتر صحبت کرد. به هر حال موقعیت جمهوری اسلامی بسیار اسفناک و ناجوره و نمیتونه خودش رو نگه داره. این تلاش برای نمیدونم ترور نتانیاهو اینا به جایی نرسیده و نخواهد رسید. نکته مهم اینه که
اسرائیل در جواب به حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل حتما ضرباتی به جمهوری اسلامی خواهد زد و اون هم نتایج بسیار عظیمی و مهلکی قطعا برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. کاظم نیک خواهد، یه سوال کوچیکی دیگه هم داشتم در رابطه با این نکته‌ای که گفتیم راجع به ترور، هرچند جمهوری اسلامی که بتونه بزنه نتانیاهو و کسای تو این سطح رو طبیعتاً خیلی موانع زیادی جلوش هست، ولی تو شطرنج میگن دست به مهره حرکته. شما تلاش کردین نتانیاهو رو تو خاک اسرائیل بکشین، دوست دارم به این هم یه اشاره داشته باشین چه تأثیری میتونه داشته باشه، اما موقعیت جمهوری اسلامی تو داخل رو هم بذار الان تصویر کنین تو دقایق پایانی برنامه. الان با توجه به تحولات مثلا 10 روز اخیر، جمهوری اسلامی در داخل چه موقعیتی داره و تقابل مردم و حکومت توی چه شرایط جدیدی قرار گرفته از نظر شما؟ ببینید، از زاویه این که گفتین، اشاره کردین به تلاش برای ترور نتانیاهو، این واقعیتیه. به نظر من اسرائیل تا اینجا همون ضرباتی که به استاد ترور یا قتل به قتل رسوندن هنیه، حسن نصرالله، کشتن سنوار، همه اینا نشون میده که امکانات اطلاعاتی بسیار بالایی داره و تو جمهوری اسلامی هم این امکان رو بسیار داره. و این تلاش برای ترور نتانیاهو یک نوع مشروعیت بهش میده که دست به ترور و نابود کردن برخی از سران درجه اول جمهوری اسلامی رو بزنه. به نظر من این احتمال بسیار بیشتره و تا اینکه بخواد مثلا حملات موشکی به پایگاه هسته‌ای و غیره داشته باشه. در رابطه با موقعیت حکومت در داخل، یک دقیقه لطفا. بله، خود این فضا طبعا قطعا رو فضای داخل ایران هم تاثیر میذاره. مردم از ضرباتی که جمهوری اسلامی خورده بسیار خوشحالن و خب رویه مردم بسیار بالا بود قبل از اونم، الان بسیار بالاتره و در نتیجه این امکان وجود داره، بسیار وجود داره که مردم منتظرن جمهوری اسلامی ضربه بخوره و امیدوارم که اسرائیل این حماقت رو به خرج نده که تو ضربه‌ای که میزنه از مردم تلفات بگیره، و فکر نمی کنم، چون میدونه که مردم علیه جمهوری اسلامی هستن و اگر این اتفاق بیفته که جمهوری اسلامی ضربات کاری بخوره، قطعا تأثیرش گسترش اعتراضاتی رو مردم خواهد بود که گفتم فضایی که تا حالا شاهدش بودیم این رو نشون میده و برار اوضاع به سمت به نفع جمهوری اسلامی به هیچ وجه پیش نمیره و نتیجه این اوضاع تحول و تنشی که بالا گرفته در واقع فاز آخر مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا واردش شدیم الان و اون مرگ بر جمهوری اسلامیه، یعنی نابودی جمهوری اسلامی هست که هم مردم میخوان نابود بشه هم دولت‌های قدرتمندی تو منطقه. سپاس از شما کاظم نیکخواه، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران. تشکر میکنم. بینندگان گرامی، همچنان همراه ما باشید در تلویزیون کانال جدید. تا ساعتی دیگر برمیگردیم به شما با برنامه رویدادها و موضوعی دیگر.